کنگره ایالات متحده آمریکا. بیانیه ایلیانا روزلهتینن، رئیس زیر کمیته خاورمیانه، در پی تماس تلفنی با رئیس جمهور برگزیده مقاومت. سازمان ملل و عراق باید به تعهداتشان عمل کنند و امنیت مناسب را فراهم سازند. ما درباره وضعیت جاری در اشرف و لیبرتی و نگرانی‌های روشنی که نسبت به خطرات جانی برای ساکنان وجود دارد گفتگو کردیم. صدها تیوال حفاظتی علی‌رغم همه تضمین‌ها هنوز نصب نشده. این وضعیت غیر قابل قبول است و تعهد طرف‌های امضا کننده یادداشت تفاهم را زیر سوال می‌برد. بار دیگر از وزارت خارجه و دولت آمریکا می‌خواهم دولت عراق و سازمان ملل را وادار کنند تا برای حفاظت از ساکنان لیبرتی از هر حمله‌ای و برای برگرداندن گروگان‌های اشرفی قدم بردارند. بیانیه مطبوعاتی واشنگتن دی سی، 6 ژانویه 2014. روزلهتینن: وضعیت امنیتی در لیبرتی بدتر می شود. دولت عراق و سازمان ملل باید به قولهایی که دادند عمل نمایند و امنیت کافی تأمین کنند. ایلیانا روزلهتینن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت فلوریدا و رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا، در پی مکالمه تلفنی با مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران که یک مدافع حقوق بشر است، در مورد ضرورت تضمین امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی در عراق اعلام کرد: ما در مورد وضعیت وخیم امنیتی که ساکنان لیبرتی با آن مواجهند، وضعیت وخیم جاری در اشرف و لیبرتی و نگرانی‌های آشکاری که در مورد خطرات جانی برای آنها وجود دارد گفتگو کردیم. بدون شک اگر اقدامی صورت نگیرد، باز هم آنها مورد حملات دیگر قرار می‌گیرند. متاسفانه این یک بار دیگر در ماه گذشته، وقتی که ساکنان چهارمین حمله موشکی سال 2013 را متحمل شدند، به نمایش گذاشته شد. مریم و من همچنین در مورد وضعیت 7 گروگان که از کمپ اشرف در حمله مرگبار سپتامبر گذشته رو بوده شدند و در آن حمله بیش از 50 تن کشته شدند صحبت کردیم. این وضعیت غیر قابل قبول تعهدات طرفهایی را زیر سوال می‌برد که یادداشت تفاهم را امضا کردند که قرار بود امنیت ساکنان را تأمین کند. طرف حساب‌های این یادداشت تفاهم، دولت عراق و سازمان ملل قول‌هایی برای امنیت دادند، اما این قول‌ها همچنان محقق نشده باقی مانده است. نصب نشدن صدها تیوال علی‌رغم همه تضمین‌ها و عجز از حسابرسی و قرار دادن مجرمان در برابر عدالت علائم آشکار این حقیقت است. من از مریم به خاطر تعهدش برای امنیت ساکنان و از نگرانی او برای سلامت 7 گروگان اشرف سپاسگزاری کردم و مجدداً از وزارت خارجه و دولت آمریکا می‌خواهم که به دولت عراق و سازمان ملل فشار بیاورند تا سریعاً قدم‌هایی برای حفاظت از ساکنان از هر گونه حمله آتی و برای برگرداندن سالم گروگان‌ها بردارند.